تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه و ما هم تفسیر چند دقیقه‌ای داریم. به جزء 19 سوره نمل آیه 50 رسیدیم. بشنوید. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون. آن نه گروهی که در زمین فساد میکردن زمان حضرت صالح، اینها و مکروا مکرن، تدبیر بزرگی اندیشیدن که چی؟ هم قسم شدن پیغمبر را از صالح و شبونه بزن بکشن و به فامیلاشون بگن ما نبودیم تو منطقه، تا چرا به اینکه قاتل بشیم. و مکر اون مکرن تدبیر شدن منطقه و مکر اون مکرن و مکر نامکر را. مکر یعنی تدبیر، تدبیر خوب داریم بدم داریم. ملازه در قرآن داریم ولا یحیق المکر السیئ، تدبیر بد. یکی میگه مکر و سیئ، تدبیر بد پیداست، مکر خوب هم داریم. و مکر و مکرن یعنی اونها مکر بد کردن، و مکرنا اونها تدبیر بد کردن، هم قسم شدن شبونه از ساله و بکشن. و مکرنا مکرن، البته ما هم تدبیر کردیم. و هم لایشون، اینا حالشون نیست که ما چه میکنیم. خب نکاتی که از این استفاده میشه اینی که کیفرها باید مناسب با جرم باشه. مکر و مکرنا، چون اونها مک کردن ما هم مک کرده. تنصر ینصر، زاغ و ازاغ، باید کیفر و پاداش یا با مناسب با عمل باشه، چون اونها مکر بود ما هم مک کردن. طرف مخالفین انبیا طرفشون خداست، اینها علیه پیغمبر مک کردن و خدا میگه اینها با من طرفن. و مکرنا، من جواب اینا میدم، تو نسبت به پیغمبر ما هم قسم شدی حضرت صالح و شبانه برزید تو خونش بکشید، تدبیر بد کردید، توطئه و نقشه کشیدید برای قتل پیغمبر، شما با من طرفید. و مکرنا، من به خودم براتون تدبیر بکنم. یعنی کسی باید بدونن دشمنان پیغمبر، دشمنان پیغمبر رو باید بدونن که با خدا طرفن نه با خلق خدا. در مقابل نقشه های کفار شما باید اهل تدبیر و نقشه باشید، چون اونها مکرو شما هم نمیتونید صادق باشید، شما هم نقشه بکشید. خداوند تدبیر مردم میدونه ولی مردم تدبیر خدا نمیدونن، ولی لازم میگه مکرو، خدا مکر اونها رو میدونه، اعلام میکنه که اونها تدبیر میکنن، اما راجع به مکرنا که میگه ما تدبیر میکنیم میگه با هم لاشارون. مثل ماشین های ضد گلوله، ماشین های ضد گلوله که توش میشینی، او که تو ماشین نشسته بیرون میبینه، بیرونی نمیدونه تو ماشین کیه. و مکر و خدا میدونه اینا تدبیر بد کردن برای کشتن حضرت صالح، ولی ما که تدبیر میکنیم اونا خبر ندارن. یه چیزی مثل هست تو فارسی میگن چوب خدا سردا نداره، همینه، چوب خدا سردا نداره، یعنی و مکرنا و هم لایشارون. خب آیه بعد بشنوید، 51. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. بنگر که پایان تدبیر اونها چی شد. ما اینها را دمرناهم، هلاک کردیم، خودشون و قومشون رو، همه رو با هم هلاک کردیم. توطئه کردن، شبانه هم قسم شدن حضرت صالح بکشن، نابودشون کردیم. پس در تاریخ نگاه کنید که خداوند چه میکنه. زود قضاوت نکنید. اگر یه وقت یک توطئه گرانی با طرح و توطئه موفق شدن، میگه فرزور کن که افتا کنه عاقبت و مکره. شما عاقبت چه بینید؟ بله ممکن است یه وقت دشمنان با یک برنامه ریزی یه پیروزی به دست بیارن، اما یه پیروزی عاقبت نداره. قرآن فرماد والعاقبت للمتقین والعاقبت لأهل التقوى. ممکنه و مکر و مکرن یه تدبیر مهمی به کار بگیرن و تدبیرشون هم بره فرصتی، بره زمانی، بره مهلتی موفق باشن. دشمنان هم گاهی موفق میشن، اما فرض رو کیفه کنه عاقبت مکره. بالاخره یزیدی ها در کربلا موفق شدن، امام حسین رو کشتن، اما عاقبت چی؟ عاقبت چی؟ بالاخره حسین موند یا یزید؟
زود قضاوت نکنید. توفیقاتی که به خاطر مکر نصیب افراد میشه، گول این توفیقات رو نخورید، عاقبت رو بسنجید. خب فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. خانه های آنها را به خاطر ظلمی که کردن ویران و خالی کردیم. خاویه هم به معنی نابودی و ویرانی و فناست، هم به معنی خالی شدن. خونهاشون رو خالی کردیم، یعنی پا به فرار گذاشتن یا خونه رو نابود کردیم. خاویه هم به معنی فرار، فرار اهل خونه و خالی بودن خانه. خاویتون یعنی خالیتون، یا خاویتون یعنی حالکتون. اینها که خیلی طراح و سیاست مدار بودن توطئه‌گر، ببین چطور عاقبتشون چی شد. ما فتلکه بیوتون، اینها خونه شدن. خاویتون این ترکه که میگه اینه، پیداست که این میراث فرهنگی رو باید حفظ کرد که برای دیگران نسل نو بیان ببینن، که میگه فتلکه خاویتون، اینه خاوی بیوتون، این خونه هاشونه. ببینید خاویتون بما ظلمو. من یه وقتی کلمه بما دیدم، همه بما کسبو، بما ظلمو، بما کانو یفعلون، بما کانو یصنعون، اهلکو به طاغیه، اخذناهم بذنوبهم. یعنی سیلیا که خدا میزنه ریشش دست خودمونه. من ظلم میکنم که سیلی میخورم، اهلکو به طاغیه، من طغیان میکنم هلاک میشن. خاویتون به ماظلمون. بعد میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون. اگر کسی اهل علم باشه بخواد بفهمه، همین میراث فرهنگی، کاخها، باغها چطور بی‌سکنه شد، قدرت ها، شعار ها چطور محو شد، اینها نشانه هاییست برای قوم یعلمون. خب معلوم میشه عذابم مخصوص آخرت نیست. درسته اصل عذاب در آخرت، گاهی هم خدا تو همین دنیا حالگیری میکنه. خب عبرت تنهایی کافی نیست، باید عبرتگیرم باشه. چون میگه فتیل که بیوتون، این خونه هاست. حالا ازی خونه ها کسی درس هم میگیره نه، عبرت هم میگیره نه. این عبرت و نشانه ها کافی نیست، باید انگیزه عبرت آموزی هم در انسان باشه. کتاب کافی نیست تو کتاب خونه باشه، باید انگیزه مطالعه باشه. ولذا ممکنه کتاب خونه خیلی هم مجهز باشه اما کسی نه مطالعه کنه. فتیل که بیوتون، اما لقوم یعلمون، اگه کسی انگیزه عبرت گرفتن و پند آموزی باشه، اینها برش لقوم یعلمون میتونه خوب باشه. خب آیه بعد که میگه انجین الذین آمنو، یعنی به هر حال ایمان و تقوا کار خودشو میکنه، ما نجات میدیم کسانی که ایمان آوردن و اهل تقوا بودن. قول خداست در این آیه نیست، در جای دیگه قرآن هم میگه، میگه انا لننصر رسلنا والذین آمنو فی الحیات الدنیا. ما پیغمبرانمون و طرفدارانشون رو در همین دنیا کمک میکنیم. حزب خدا غالب است، وعده خدا حق حق. و انجینا الذین، ما نجات میدیم افراد مؤمن را، افراد متقی را نجات میدیم. خب خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، ما از آیات قرآن و از تاریخ عبرت بگیریم. تا آیه 53 سوره نم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.